بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند جور و صحتمند باشید. صحتمندی شما را از خداوند متعال خوانم. شاگردان عزیز، به تعقیب برنامه های گذشته برنامه امروز خود را آغاز میکنیم. خب شاگردان عزیز، در برنامه گذشته ما و شما در مورد اولانس معلومات حاصل کردیم. خدا کند که مشکلاتتان حل شده باشه و همچنان کار خانگی که برتان داده شده بود، خدا کند که او را حل کرده باشید و مشکل نداشته باشید. خب قبل از اینکه به برنامه امروز شروع کنم، برای شما یادآور میشم که کتابچه، کتاب و قلم با خود داشته باشین تا بعضی نکات مهمی که یادآور میشیم شما او را یادداشت کنید. خب درس امروز ما صنف هشتم، مضمون کیمیا، موضوع اکتیت یعنی اشت الکترون شدن قشر آخری و هدف شاگردان حالت اکتیت اتم های عناصر را مشخص کرده بتوانند. خب شاگردای عزیز، ما در جدول دورانی در گروپ اصلی اشتم، یعنی بعض عناصر را دیدیم که مثال هیلیوم و نیون، برای استثنای هیلیوم که هیلیوم در مدار آخری خود 2 الکترون داره، و می ترتیب امی 2 الکترون هم مدار آخریش چی است؟ پوره است، چرا که مدار اول با 2 الکترون چی میشه؟ پوره میشه. دیگه نیون و بعض عناصر دیگری وجود داره که مدار آخریشان به 8 الکترون یعنی مجبوس، یعنی پوره شده. خب امی عناصر که ما شما میگیم که مدار آخریشان به 8 الکترون پوره است، ایره ما عناصر گروپ صفر و یا گازات نجیبه یاد میکنیم. به نام چی؟ به نام گازات نجیبه یاد میکنیم. پس این عناصر که در این گروه موجود است، یعنی فعالیت کیمیاوی ندارن، به خاطر از اینکه یا الکترون های مدار آخریشان پوره است، نه به الکترون ضرورت داره که بگیره و نه ضرورت دارن که الکترون ببازن. پس از این سبب در تعاملات کیمیاوی یا این عناصر حصه نمیگیرن و نه کدام مرکب را میسازن. عزیز هم ما ای را چی میگیم؟ ای را عناصر یعنی گازات نجیبه یا گازات گروپ صفر، ما شما ای را چی میکنیم؟ یاد میکنیم. خب ما از این عناصر که یکی ما داریم هیلیوم است، که از هیلیوم ما در پر کردن بالون ها استفاده میکنیم، چرا که سابق یعنی در پر کردن بالون ها از هیدروژن استفاده میشد، چون که هیدروژن در موجات اکسیژن یعنی انفلاق میکرد، از او خاطر آل از پر کردن بالون ها از هیدروژن صرف نظر کردن، چرا که خطرات زیاد داشت. حالا چی میکنن؟ از گاز هیلیوم یعنی بالون ها را چی میکنن؟ پر میسازن. و از نیون که از در ساختن گروپ ها از گاز نیون چی میکنن؟ استفاده میکنن. خب شاگردای عزیز، ما یعنی تنها گروپ اشتم نداریم که پوره شود، که الکترون هایشان، الکترون های قشر خارجیشان پوره هستند، بلکه ما در تعاملات کیمیاوی یعنی همی عناصر که الکترون می بازه و یا الکترون می گیره و یا الکترون شریک می گذارن، این عناصر هم می تانه که هم قشرهای آخری خود را چی کنه؟ یا با واسطه گرفتن الکترون، یا با واسطه باختن الکترون، و یا با واسطه شریک ساختن الکترون مدار آخری خودت چی کنه؟
اکتیدش را پوره کنه، یعنی هشت الکترون را چی کنه؟ پوره بسازه. خب اگر ما ساختمان الکترونی سودیم متوجه شویم، ساختمان الکترونی سودیم که هسته است و این مدار اول است، مدار دوم سودیم و یا مدار سوم سودیم است، که در مدار اول سودیم چند الکترون داره؟ دو الکترون داره. و در مدار دوم سودیم چند الکترون داره؟ 8 الکترون داره. و در مدار سوم چند الکترون داره؟ 1 الکترون داره. خب در این حالت ما میبینیم که سودیم مدار آخریش، یعنی قشر ولانسیش که اینمی قشر ولانسی را اینمی الکترون را به نام الکترون ولانسی هم یاد میکنن که الکترون ولانسی سودیم چند است؟ 1 است. و در مقابل اگر ما عنصر دیگر که عبارت از کلورین است، کلورین اگر ما ببینیم، کلورین یعنی یسته از این عنصر، مدار اول کلورین، مدار دوم و همچنان مدار سوم کلورین اگر ما رسم کنیم که کلورین در مدار اول خود 2 الکترون، در مدار دوم 8 الکترون و در مدار سوم 7 الکترون داره. چند الکترون داره؟ 7 الکترون داره. خب کلورین با گرفتن 1 الکترون مدار آخری خود را به 8 الکترون پوره می سازن. خب حالا سوال پیدا میشه، خب این با گرفتن الکترون 8 الکترون مدار آخری خود را پوره ساخت، با گرفتن الکترون و سودیم خیلی الکترون می بازد، چرا رقم مدار آخریش پوره میشه؟ وقتی که سودیم الکترون می بازد، مدار ما قبل از این مدار آخری سودیم چی میکنه؟ تشکیل میده. مدار ما قبل از این چند است؟ 8 است. وقتی که این 1 الکترون خود میبازه به کجا میه؟ به کلورین میه. پس وقتی که به کلورین آمد، اینمی مدار مکملا چی میشه؟ این مدار مکملا از بین میره. وقتی که از بین رفت چی است؟ مدار ما قبلش چند الکترون داره؟ 8 الکترون داره. پس اینال مدار ما قبل دیگه وقتی که 8 شد، پس میگیم که سودیم هم اکتیدش چی شد؟ با باختن الکترون اکتید سودیم هم پوره شد. و کلورین با گرفتن یک الکترون اکتید کلورین چی شد؟ پوره شد. خب حالا ما میبینیم که سودیم در هسته یعنی 11 پروتون داره. چند داره؟ 11 پروتون داره. و قبلا که ما گفتیم که در حالت عادی هر عنصر از لحاظ چارج چی است؟ خنثی، یعنی تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها چی است؟ مساوی است. یعنی پیشتر که قبل از تعامل، یعنی قبل از دادن الکترون، تعداد الکترون های سودیم چند تا بود؟ 11 دانه بود، که تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها چی بود؟ مساوی بود. چی بود؟ مساوی بود. از این لحاظ ما میگیم که تعداد سودیم از لحاظ چار چی است؟ خنثی. وقتی که یک الکترون میبازه، یعنی تعداد الکترون های سودیم چی میشه؟ کم میشه. یعنی چند تا الکترون ما نیجا؟ 2 الکترون در مدار اول و 8 الکترون در مدار دوم که مجموعاً 8 الکترون میشه. پس اینمی 8 الکترون، 8 و 2 چند شد؟ 10 شد. پس 11 پروتون، یعنی پروتون ما چند شد؟ پروتون مثبت 11 و الکترون چند است؟ الکترون 10 مان. پس اینال ما میگیم که امی خود سودیم با باختن الکترون چارج چی را گرفت؟ چارج مثبت را گرفت. چی را گرفت؟ مثبت. چرا که یک پروتون چی شد؟ اضافه شد. و همچنان
در این قسمت میگیم که وقتی کلورین یک الکترون وقتی گرفت، یک الکترون گرفت، تعداد الکترون های کلورین چند است؟ پیش قبلا عبده بود، حال وقتی یک الکترون گرفت تعداد الکترون ها چند شد؟ 18 شد. یعنی در اینجا عبده پروتون شد و تعداد الکترون ها چند شد؟ تعداد الکترون ها 18 شد. یعنی پروتون چند است؟ پروتون 18 و الکترون تعدادش چند تا شد؟ 18 شد. پس اینال ما میگیم که تعداد الکترون ها یک دانه زیاد است، از این سبب ما میگیم که کلورین چارج چی داره؟ چارج منفی داره. یعنی کلورین چی شد؟ با گرفتن الکترون چارج منفی را به خود چی کرد؟ اختیار کرد. و همچنان بعضی از عناصر است که با شریک ساختن قشر آخری خود یا الکترون های ولانسی خود مدارهای آخری خودان چی میکنه؟ پوره میسازن. مثلا ما در مرکبات عضوی داریم، مثال اگر بگویم که میتان CH4 است، چند است؟ CH4 است. پس انال کربن یک اتم و چهار اتم چی است؟ هیدروژن است. اگر ما در ساختمان میتان متوجه شویم، میبینیم که یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن موجود است، که قشر خارجی کربن چند الکترون داره؟ 4 الکترون داره. که نمیر ما شما گفتم میتونیم 4 الکترون ولانسی گفتم میتونیم، یعنی کربن چند الکترون ولانسی داره؟ 4 الکترون ولانسی داره. یعنی این 4 الکترون ولانسی خود را با 4 اتم هیدروژن چی میکنه؟ شریک میسازه. یعنی الکترون های هیدروژن اگر ما به شکل چلیپا نشان بتم و از کربن به شکل نقطه، پس یا وقتی که شریک میشه، مثال ای هیدروژن ای الکترون خود با الکترون کربن و ای هیدروژن ای الکترون خود با ای کربن و همچنان ای هیدروژن الکترون خود چی با کربن و ای الکترون ای هیدروژن با چی با کربن. پس میبینیم که اکتیت کربن با شریک ساختن الکترون چی شد؟ یعنی باش رسید. سعی کنید حساب میکنیم شریک ساختن یک الکترون 2 3 4 5 6 7 8. پس کربن چی شد؟ مدار آخریشان 8 الکترون پوره شد. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما اکتید قشر آخری بود که ما گفتیم که عناصر میتواند که قشر آخری خود را یا با گرفتن الکترون و یا با باختن الکترون و یا با شریک ساختن الکترون قشر آخری خود را با 8 پوره بسازد، که اونمون ما شما چی میگیم؟ اکتید میگیم که اکتیدشان پوره است. که ما در این قسمت یعنی بعض از ساختمان های اتمی عناصر یعنی سودیم و کلورین رسم کردیم به خاطر بهتر فهمیدن شما، و خدا کنه که شما این را فهمیده باشین. یا که اصلا با واسطه باختن قشر آخری خود پوره کرد سودیم، و کلورین با واسطه گرفتن الکترون قشر آخری خود پوره کرد، و میتانم که کربن با شریک ساختن الکترون ها قشر آخری خود چی کرده؟ پوره ساخته. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان اکتید مگنیزیم و اکسیژن را توسط الکترون های باخته شده و گرفته شده پوره سازید. خب این بود درس امروز ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. خدا حافظ.